دوستان سلام، میوه ها هم مثل آدم ها هستند و محبوب و غیر محبوب دارند. غیر محبوب ها را میگذاریم کنار، اما انبه سال 2012 عنوان محبوب ترین میوه سال دنیا را بالاتر از موز، سیب و پرتقال به دست آورد. تا چند سال پیش بعید بود بیشتر از سالی یکی دو بار شانس خوردن انبه را پیدا کنیم، اما در چند سال گذشته واردات انبه آن را مهمان خانه های ما کرده. انبه سرشار از بتاکربنات، ویتامین سی و ویتامین های گروه ب است. ویتامین ب برای کودکان ضروری است چون هورمون های بدن را تعدیل می کند و باعث رشد طبیعی آنها می شود. اگر مشکل کمخونی، فشار خون بالا، التهابات پوستی، کج خلقی و زودرنجی و افسردگی در خودتان حس می کنید، انبه مصرف کنید. خود را چه دیدید؟ شاید کارگر افتاد و تن نازتان نیازمنده طبیبان نشد. کاشت انبه قدمتی 400 ساله در هندوستان دارد و از اواخر قرن 16 میلادی به دیگر نقاط جهان هم رفت. جالب این که بذر انبه در همان سالها به بندر گمبرون یا بندر عباس فعلی هم رسید. و از حدود 500 سال پیش این میوه در هرمزگان و حاشیه خلیج فارس کشت می شود. درخت انبه خیلی بیشتر از آن که فکرش را بکنید قد می کشد و گاهی عمرش تا 300 سال هم می رسد. این یعنی می شود در باغات انبه میناب قدم زد و درخت هایی پیدا کرد که زمان شاه عباس کاشته شدند. با اینکه سطح زیادی از باغات سیستان و بلوچستان و هرمزگان زیر کشت این محصول رفتند، اما هنوز هم بیشترین انبه هایی که در بازار ایران وجود دارند محصول کشور کنیا هستند و چند هزار کیلومتر راه آمدند تا حال ما را خوب کنند. یک درخت انبه گاهی میتواند تا 30 متر رشد کند به بلندی ستون های تخت جمشید. طرحی شبیه بوتجقه که روی پارچه های هندی و کشمیری مشاهده می شود از میوه انبه الهام گرفته شده است. افسانه های هندی می گویند راهب های بودایی همیشه زیر سایه درخت انبه مراقبه می کردن. هیچ وقت گول ظاهر انبه را نخورید. رنگ قرمز حتما نشانه رسیده بودن آن نیست. هندی ها بزرگترین تولید کننده انبه در دنیا هستند با تولید 1.4 میلیون تن انبه در سال. دیمی ها به انبه میوه عشق هم میگویند، احتمالاً به خاطر طبع گرمی است که دارد. اگر میپرسید چرا انبه پرخاصیت است، میتوانیم یک فهرست بلند بالا برایتان ردیف کنیم. انبه با وجود طعم شیرینش برای بیماران دیابتی مفید است و به کاهش قند خون کمک میکند. هر وقت دچار یبوست شدید مصرف انبه توصیه میشود چون حرکت روده ها را تنظیم میکند و به بهبود حافظتان کمک میکند. برای چشم خاصیت دارد، به آنزیم های دستگاه گوارش نظم می دهد و در درمان سینوزیت هم کاربرد دارد. خودمان هم می دانیم که این روزها دست روی هر چیز بگذارید متخصصان امر یک فهرست از فوایدش ردیف و درباره خاصیت هایش اغراق می کنند. اما انبه حکایت دیگری دارد و جزء خواص دوست داشتنی است که از هر عیب و تهمتی بریست. می توانید با دو پیمانه بستنی والینوی، مقداری یخ خرد شده و یک موز و یک انبه به راحتی یک نوشیدنی با دو طعم بی‌نظیر رو دوست داشتنی تهیه کنید که خیلی هم خوش رنگ و هیجان انگیز است و اگر مهمان داشته باشید حتما فکر می‌کنند از هر انگشتتان یک هنر می‌ریزد. تازه اگر به همین ترکیب مقداری اسفناج هم اضافه کنید، حتما همه از شما طرز تهیه این اسموتی جذاب را میپرسند. اسفناج به خاطر طبع سرد همراه موز و انبه که طبع گرم دارند کمک میکند این اسموتی متعادل شود. سالاد اصطلاح فرانسوی است و معمولا بیشتر سالادها برای فرانسوی ها نوعی پیش غذا حساب میشوند، اما سالاد انبه و مرغ برای خودش غذای کاملی است و نیازی به هیچ غذای دیگری ندارد. با دو انبه، دو سینه مرغ و خیار و گشنیز و پیاز و جعفری و البته اضافه کردن روغن زیتون و آب لیمو می توانید برای 4 نفر یک غذای مقبول درست کنید. آن هم در 10 دقیقه. اگر خیلی هم اهل این سوسول بازی ها نیستید و مثل یک آریایی غذایتون را با برنج کافی میل می کنید، ایرادی ندارد. انبه فکر همه جا را کرده است. انبه پلو با میگو از آن غذاهای هیجان انگیزی است که دستور پختش حتی در کتاب مستطاب آشپزی هم آمده. بد نیست آدم مزه های جدید را امتحان کند. همیشه که نباید قرمه سبزی خورد. اما باید اقرار کرد که برش زدن انبه به خاطر هسته بزرگ آن به نظر سخت است، اما استرس نگیرید، همیشه راه حلی وجود دارد. در بازار کاترهای مخصوص برای برش زدن انبه وجود دارد که بدون دردسر می توانید انبه را از هسته جدا کنید. ساده ترین ابزار استفاده از لیوان است.
درخچه انبه شبیه به درخچه های بونسای است، اما در هیچ مغازه گل فروشی نمی توانید یک درخت انبه بخرید. اگر می خواهید درخت انبه اهلی خودتان را داشته باشید، بعد از خوردن میوه هسته آن را در آب گرم قرار دهید. بعد هسته را بدون آنکه به مغز آن آسیبی برسانید باز کنید. مغز انبه شبیه لوبیاست. بعد از جدا کردن بذر، آن را در کیسه پلاستیکی بیاندازید و چند قاشق آب هم داخل کیسه بریزید و درب کیسه را ببندید و جلوی نور آفتاب قرار دهید. بعد از 2 هفته رطوبت داخل کیسه باعث می شود بذر جوانه بزند. حالا بذر جوانه زده تان را در گلدان بکارید و گلدان را جایی قرار دهید که نور غیر مستقیم آفتاب رویش بتابد. گلدان زینتی انبه آماده شد و فقط به هفته دوبار آبیاری احتیاج دارد. خوب است بدانید انبه آفریقایی خاصیت لاغری دارد و یکی از رژیم‌های امتحان پس داده برای چاق هاست. همین انبه هایی که در بازار ایران فروخته می شود. البته رژیم انبه برخلاف نامش ارتباط چندانی با خود میوه ندارد و از مغز هسته انبه قرصی تولید می شود که روی متابولیسم تأثیر می گذارد. البته بگذارید روراست باشیم، هیچ رژیمی با خوردن قرص و بدون زحمت و سختی به سرانجام نمی رسد. پس در کنار آن ورزش کنید. این روزها استفاده از میوه های خشک عمومیت یافته. می توانید با تکه های نازکی از انبه چیپس انبه تهیه کنید. اگر هم میوه را به صورت نگینی خرد کنید، حبه های خشک شده انبه خواهید داشت. یادتان نرود اگر درگیر بوی بد دهان هستید یا مدام دچار آتش می شوید، چیپس انبه همراهتان داشته باشید. هم بوی بد دهان را رفع می کند و هم نمی گذارد احساس تشنگی کنید. ترشی انبه هم که یک مثنوی 70 من است و به تعداد راه‌های رسیدن به خدا راه برای درست کردن ترشی انبه وجود دارد. ترشی انبه تند، ترشی انبه کال، رسیده، چابهاری و انواع مختلف. این ترشی از مخلفات مخصوص جنوب ایران است و بعد از تهیه مواد و درست کردن آنها طی 2 روز آماده می شود. ترشی انبه چابهاری نسبت به ترشی انبه هرمزگانی مواد اضافه تری مثل سیر و گلپر دارد و طبیعتاً طعم گستری را حس می کنید. یادتان باشد تمام موادی که برای تهیه ترشی انبه نیاز دارید جزء مواد گرم به حساب می آیند و ترشی انبه برخلاف بیشتر ترشی ها که مزاج سردی دارند ذات گرمی دارد. یک بار ترشی انبه را با خوراک یا چلو ماهی امتحان کنید تا یکی دیگر از رازهای انبه بر شما کشف شود. اما در آخر طرز تهیه ترشی انبه. مواد لازم: انبه درشت 2 عدد، نمک به میزان لازم، تمر هندی 1 بسته، تخم آسیاب شده گشنیز 2 قاشق غذاخوری، سرکه 1 پیمانه، سیاه دانه 2 قاشق مرباخوری، فلفل قرمز 1 قاشق چایخوری و دارچین 1 قاشق چایخوری. انبه ها رو شسته و هسته هایشان رو جدا کنید. تمر هندی را در سرکه حل و مخلوط را از صافی رد کنید. مخلوط سرکه و تمر هندی را به همراه انبه ها در مخلوط کن بریزید. بعد از مخلوط شدن فلفل، سیاه دانه، نمک و دارچین را به همراه تخم گشنیز آسیاب شده به مخلوط مواد ترشی انبه اضافه کنید و ترشی را درون بطری شیشه مناسبی بریزید. در بطری را محکم ببندید و درون یخچال قرار دهید. درست است که این ترشی بلافاصله بعد از درست کردن قابل خوردن است، ولی بهتر است که بعد از 1 هفته از آن استفاده کنید تا ترشی به اصطلاح جا بیفتد. برای حمایت از ما تنها کافی است این ویدیو را لایک کنید.